والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مردان مسلمان و زنان مسلمان دوست و حامی یکدیگرند و کارهای پسندیده امر می کنند و از کارهای بد باز می دارند. نماز را با تمام و کمال برپا می دارند، زکات را می پردازند و خدا و پیامبر او را فرمان می برند. هم ایشانند که خداوند به زودی ایشان را مورد رحمت خیش قرار می دهد. حقا که خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. خداوند برای مردان مسلمان و زنان مسلمان بهشتهایی را وعده کرده است که در زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد و رهایشگاه‌های پاکیزه در بهشتهای همیشگی و بزرگتر از همه رضای خداوند و این است همانا پیروزی بزرگ. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت گیر، جای ایشان دوزخ است و چی بد جای است. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. با خدا سوگند می خورند که کدام چیز بد نگفتند، ولی به شک کلمه کفر را به زبان آوردند و بعد از اسلام خیش کافر شدند و تصمیم به چیزی گرفتند که آن را به سر رسانیدن نتوانستند. انتقام نگرفتند مگر این را که خدا و رسولش ایشان را از فضل خیش بی نیاز ساخته است. اکنون اگر توبه نمایند این برایشان خیر است و اگر روی برتابند خداوند به عذاب دردناک ایشان را در دنیا و آخرت عذاب می کند و ایشان را در روی زمین نه کارسازی است و نه هم مددگاری. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. و از ایشان کسانی هستند که با خدا پیمان بستند که اگر از فضل خیش ما را برخوردار ساخت بیگمان صدقه می دهیم و بیگمان از مردم نیکوکار می شویم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. اما چون از فضل خود به ایشان ارزانی کرد بخل ورزیدند و از پیمان خیش برگشتند و از ایفای آن اعراض کننده بودند. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. پس به سبب خلف وعده‌ای که با خدا کرده بودند و دروغی که گفته بودند در آخر کار نفاق را در دلهایشان جا داد و تا روزی که او را ملاقات می کنند این حالت دوام دارد. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ
خداوند سخنان پنهان و رازشان را می داند و خداوند به همه امور غیب کاملا داناست. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. آنانی که داوطلبان مسلمانان را در صدقاتشان مذمت می کنند و آنانی را که جز ثمره کار خیش چیزی را نمی یابند که صدقه بدهند تمسخر می کنند، خداوند خود ایشان را مسخره کرده است و برایشان عذابی دردناک است. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. خواه تو برای ایشان طلب آمرزش بکنی یا طلب آمرزش نکنی، اگر تو 70 بار هم برایشان طلب آمرزش کنی، هرگز خداوند ایشان را نمی آمرزد. این از سبب است که ایشان از خداوند و پیامبر او انکار کردند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. متخلفان غزوه تبوک از اینکه با مخالفت رسول خدا به جای خود نشستند شادمان شدند و از اینکه با مال و جان خود در راه خدا جهاد کنند کراهیت نشان دادند و گفتند در گرما به جهاد بیرون نروید. بگو آتش دوزخ در گرمای خود شدیدتر است اگر ایشان میفهمیدند. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. آنها باید کمتر بخندند و بسیار این جزای کارهایی است که انجام میدادند. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر خدا تو را به سوی گروهی از ایشان بازگردان که از تو اجازه بیرون شدن به جهاد را بخواهند، بگو ابدا با من بیرون نشوید و هرگز همراه من با دشمنی نجنگید. بیگمان شما در نخست به نشستن با متخلفان خوشنود شدید، پس اکنون نیز با متخلفان بنشینید. ولا تصل على احد من امات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بر هیچ یک از ایشان که بمیرد ابدا نماز مگذار و بر قبر وی مایست، حقا که ایشان از خدا و پیامبر او انکار کردند و در حالی که فاسق بودند مردند. ولا تعجبك اموالهم واولادهم